ای بابا این چیه دیگه؟ نارگیل ارگانیک. مردم چه کشته مرده اینن و از صبح از دست هم دیگه میقاپن. آدم فکر میکنه کل محله ندید بدیدن، روغن نارگیل ندیدن. ای بابا من این رو درست میکنم، روغن گریس داره، نشاسته داره، بعدش هم این که برای اینکه سفید باشه آهک میزنی. من از این بهترش رو درست میکنم. اینم بچشم ببینم چیه. این چیه دیگه؟ چه بدمزه است، همه زهر مار میده. ای بابا بازم خوب فروختیم البته. بذار ببینم چقدره. خدا بده بر. ای موزی بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. این چه وضعه شما؟ پژمرده شدی؟ هی حال و روزمو میبینی داداش احسان؟ پیش بابا نهاد مشغول کار شدم، وسایل میبرم و میارم. خوب حالا باز یه کاری داری پسر؟ برای تو که بد نشده رفیق، الان جای خالی منو پر کردی، خودتو انداختی تو کار ارگانیک. ها حلالت باشه شغال، واقعا حلالت باشه، بازم کار خودت کردی. اختیار داری داشم، مگه میشه جای تو رو پر کرد؟ رئیس محبوبه یه سر رفته خونه من جاش وایسادم، وقتی اومد تحویلش میدم. خیلی خوب، محبوبه خانم رئیس توه؟ عزیز دلم. بشین سر جات، بشین سر جات. بزرگتر از شتر فیله، بزرگتر از شغال گرگه، از اون بزرگتر خرسه. هر کسی یه روز دک میشه، تو هم یه روز مثل من آس و پاس و آواره و سرگردون میشی. هیچ کس دست نکشیدنی نیست. چی میگی آقای پرت و پلا چیه؟ برو رد کارت، برو بینم، برو وانستا، برو این فکری باز خودم میکنم. یالا برو سید باش. ای بابا یا دیدی چتر من برای چون به جون خودم این چتر دیگه باز نمیشه. برو رد کارت. به نظرت دیگه شروع کنیم؟ آره. خب ما حاضریم، میتونیم شروع کنیم. شروع میکنم. معلومه شروع میکنیم، شروع نکنیم چیکار کنیم؟ ما اینجا جمع شدیم که شروع کنیم دیگه. دارم برای تمرکز کردن سعی میکنم. آروم باش، من فوراً یه چایی باید بخورم. آره الان چند تا چایی بیارم. پسنم چیکار میکنی؟ تو مشتری هستی؟ من مشتری هم. همیشه حق با مشتری. آره تو اینو یادم دادی. آره به شرط اینکه زیاده روی نکنی. خب کیا چی میخورن؟ چای. چای قهوه. باشه شما چای. پس من آروم وارد موضوع میشم. یا به عنوان ویراستار کتاب تو میخوای وارد شو سنما؟ من شروع میکنم. آره لطفا. من ویراستارم. بفرمایید سنم. سنم خانم بفرمایید. بله بفرمایید. در مورد عکس ها کاملا بهتون اطمینان داریم. زنده باشین. کار قبلیتون هم دیدیم، شما رو موفق میدونیم. به خاطر کار و عکس های قبلیتون رو میگم. بله شما واقعا موفق هستید. خواهش میکنم، اختیار داریم. شنیدن این حرف ها از کسی مثل شما باعث افتخار منه. خواهش میکنم. مدیریت هنری به عهده آقای جان هستش، ایشون انجام میدن، خودشون گفتن. جان واقعا چرا به من نگفتی؟ فرصت نشد دارم. آقای جان خیلی مشتاقه. اگه بدونین که چقدر مشتاق هستن باورتون نمیشه. میخوان به پلین خانم کمک کنن، هدفشون اینه، فداکاریشون بیاندازه است، در واقع کارشون غیر قابل توصیفه. بله یعنی واقعا دست جان درد نکنه، اگه این کار دست اون نبود من تو این حد خیالم راحت نبود. چون جان چه جوری بگم، قبل از این که نظرمو بگم فورا میفهمه، یعنی به نوعی میتونم بگم دلمو یکیه، میگه نه؟ هماهنگی بی‌نظیریه واقعا، یعنی مثل دوتا جغ یا مثل دوتا کبوترن. آره خیلی جالبه. این پروژه هم از شانس من بود، واقعا از شانس من سر راهم قرار گرفت. خیلی عجیبه، احساساتی هم شدم راستشو بخواین، کنترل رفتارم هم از دست دادم. شانس بزرگیه. آره منم از این بابت خیلی تعجب کردم، واقعا عجیب بود. این شانس برای ماست، یعنی کار کردن با انتشاراتی مثل شما. من همینجا میخوام وارد بحث بشم جان. لطفاً وارد شو. اینکه دو نفر با فرکانسای عین هم یه جا کار کنن اینقدر قشنگه که به همتون توصیه میکنم. فقط یه روز از کارش گذشته، درست نمیگم؟ 24 ساعت. بله 24 ساعت، اما انگار سال هاست داریم با هم دیگه کار میکنیم. چه خوب، چه عالی. نه خیلی خب بگذاریم دیگه. انگار سال هاست با همین، مگه نه؟ با آقای ایگیت. عجب، یه تصادف ساده میتونه به چیا منجر بشه؟ تصادف غیر قابل پیشبینی؟ بله بله همین. غیر قابل پیشبینی یا قابل پیشبینی هم باشه، دوست نداریم که به روی خودمون بیاد. عالیه. بله حسابی هماهنگ شدیم دیگه. بس خیلی میبخشی، معذرت میخوام، از دستم لیز خورد. اصلا مهم نیست، خیلی هم هماهنگ شدیم. منم همین رو میخواستم. مغز من هنگ کرده، مغز من. چای کجامون پس؟ جی جی من آمده. وای وای من آمده. بفرمایید بفرمایید برای شما.
مال من قهوه بود. بیا تو موویز. آه چایی نموند، کم آوردی جی جی، شوخی کردم. ملید همه رو خوردی؟ راستش همه چی مشخصه، به نظر من چیز خاصی برای بحث کردن نیست. دیگه حرفی نمونده. دقیقاً اونجا رسیدم. فقط در مورد اینکه به موقع میرسیم یا نه باید صحبت کنیم. چرا جایی میرین؟ کی میرین؟ با کی میرین؟ کی برمیگردین؟ برمیگردین؟ در مورد کتاب. خیلی خوب باشه، منم اینا رو به خاطر کتاب میپرسم. یعنی زمان شما برنامه‌های ما رو تعیین میکنه. تاریخی که برای کتاب تو ذهن دارین چیه؟ همین الان. الان. یعنی چی همین الان؟ ببخشید. خب میخوام هر چه زودتر چاپ بشه، در عرض یک هفته. اینطوری در نظر گرفتین. آ یه لحظه، همچین چیزی ممکنه؟ البته که ممکنه، برای ما همه چی ممکنه. ما غیر ممکن ها رو ممکن میکنیم. سلام جون، ببخشید حرفتو قطع میکنم، اما این دفعه ممکن نیست. نه، چون فعلا خیلی کار داریم. اینو میفهمی یا نه؟ نمیشه عقب انداخت. متاسفم جان، کارخونه کفشم هست، خیلی از برنامه عقب افتادیم. من کارای اصلیشو انجام دادم، تموم بله، شد. بله، منم از یه طرف دیگه انجام میدم. خیلی ممنونم جی جی. کارخونه خودروسازی هم هست، هنوز به اون پیشنهاد من نصف کاراشو تموم کردم. دنیزم ادامه میده، سونرم رو اون کاره. باید تموم شده باشه. جی جی یه لحظه. سنم جون، میگم که میشه کارای شرکت رو ما انجام بدیم؟ یعنی به هر حال اینا کارای داخلی ماست، مگه نه؟ بذار ما خودمون کارمون رو انجام بدیم. جدا هم بشیم با همیم درن خانم، به اندازه یه نفس نزدیکتونم. همینطوره. چقدر چایی بدیه. چی؟ در نبود من چایی خیلی خراب شده، مگه نه؟ من خیلی پسندیدم. دست درد نکنه چایی چایی، همشو یه نفس خوردم. گلوی سوخته از عصبانیت. خوش قد و بالا، خوش هیکل. خیلی خوب، هما خانم داره میاد. داره میاد، جمع کن بذار کنار. بیچاره شدیم الان، یه چیزی میگه. آروم باش. ایس دیزم گلی هستم هما خانم. میشنوم. راستش چیزی میخواست بگه، یعنی داشتیم از چیز حرف میزنیم. بیا قهوه رو میشنوم. قهوه تازه. قهوه من کجاست؟ همین الان حاضر میکنم، اجازه بدین. الان میاد. خیلی خب، پس میبینم تو. قربونت عزیزم. بله. با تو نبودم، با پیلین بودم. بله هما خانم. قبلی رفتنی قهوه بخوریم؟ باشه بخوریم. ایگیت من قهوه میخورم، بعد بهت سر میزنم، باشه؟ باشه گیزم جون، قهوه ها رو بفرست و چشم هما خانم. گیزم؟ به من میگه گیزم. سلام، بریم. البته، البته، بفرمایید، بفرمایید. خسته نباشین، موفق باشید. خسته نباشین. آقای جان، قهوه میخوری؟ درست کن. آره آره میخورم. آی خواهر، دیگه دارم دیوونه میشم. چی شده؟ چی شده خواهر جون؟ چی شده؟ میشه آروم توضیح بدی؟ جان دیگه واقعا دیوونم میکنه، روانی میکنه. نگو نگفتی ها، یک کاری دست خودم میدم. چرا؟ چی شده؟ دیگه چی باید بشه؟ چی باید بشه؟ دیوونم میکنه، دیگه واقعا دیوونم میکنه. او جان دیوید، جلسه چطور گذشت؟ ببین امیره، منو که میشناسی. در حالت عادی فوق العاده آدم مؤدب، محترم، جنتلمن، صبور و شکیبام، اینو که میدونی. اصلا همچین اخلاقی ندارم که رو به خشونت بیارم و از این حرفا. اتفاقا من مخالف خشونتم. وقتی مشکلی داشته باشم میرم یه جای دیگه، تو سالن ورزشی خودم آروم میکنم، نه بیرون عزیز من. میدونی مؤدب بودنت قبول، جنتلمن بودنت هم قبول، در مورد خشونت ببین امره، از الان میگم، بعدا تعجب نکنی، شوکه نشین. از الان میگم من ایگیتو میزنم لهش میکنم. کتک زدنم هم خوبه، میدونی که خوب کتک میزنم. یه کاری دستش میدم، حواسش بگو باشه. داداش اینقدر پرت و پلا نگو. ای بابا خواهر جون، میشه بشینی؟ وقتی نگات میکنم سرم گیج میره. نمیشینم، من حتما باید انرژیمو تخلیه کنم. باور کن من قاتل میشم، یه کاری دست خودم میدم، جانو میکشم. به مامان میگی دیگه، با یه زبون مناسب بهش بگو. به نظرت کیک بوکس بلده؟ جوجیتسو بلده؟ تکنیک بلده؟ میفهمی؟ اگه بلد باشه میرم تو هر سالن ورزشی باشه، میرم اونجا باشه، اونجا قضیه رو حل میکنم. چون با کسی که تکنیک بلد باشه وجدانم راحت میشه، اینجوریه، متوجهی؟ که چون اگه بلد باشه ممکنه ناراحت بشم، اما اگه بلد باشه اونجا قضیه کاملا فرق میکنه. متوجهی چی میگم؟ دیگه عذاب وجدان ندارم، خیالم راحته. نه نه نه، واقعا تحمل دیدنشو ندارم. بذار از اینجا بره. آره بذار از اینجا بره، بره گم شه. هر چی اونا رو با هم دیگه ببینم دیوونه تر میشم. تموم شد، رفت. آخه تو چرا منو نمیشونی لیلا؟ نه میشه لطفا بشینی؟ سرم داره گیج میره. بشین آروم باش لطفا، نفس عمیق بکش. آه
آره خیلی خوب. اون 11 روزم فراموش کردیم، گفتیم باشه رفت سر کار جدیدش، باز میاد جلو چشمم منو عصبی میکنه. یه کار جدید، یه زندگی جدید شروع کردم، هاپ جلوم سبز میشه، مدام جلوم سبز میشه. خانم آها ایگیت سلام، حالت چطوره؟ ممنون، تو خوبی؟ ممنون. چه خبر؟ کار من تموم شد، شما در چه حالی؟ خندیدن حال آدمو بهتر میکنه، در حال غیبت کردن. آره داشتیم اختلاط میکردیم. الو عثمان. آه اینجایی؟ خونه ببینی؟ چی شد یه هایی؟ نه راست میگی، یواش یواش باید بگردیم. خیلی خوب باشه، صبر کن من الان میام. باشه. عثمان اومده، میگه بریم خونه ببینیم. باشه، پس منتظرش نذار. نه فعلا خداحافظ. تدارکات ازدواجه؟ بله. به سلامتی. خیلی ممنون، خداحافظ. هی منم برم حاضرشم، کاش طبقه بالا رو میگرفتی. اوه چقدر قشنگ، مثلا برای خودم یه میز دارم. من تو شرکت بعدن صاحب میز شدم، بعدن به هم میز دادن. آره نه بابا، خب خوبه، خوشحالم که راضی هستی. خیلی راضیم. من تو شرکت بیارو ببر بودم، مثلا میگفتن اونو بیار ببر. آره محدود شغلی مشخصی نداشتم، میگفتن چایی ببر، من چایی برمیداشتم و میبردم. اومدم آقای جان، بفرمایید آقای جان چاییتون، مثلا چایی میبردم، اونم خیلی میپسندید، دوست داشت. خلاصه همیشه ازت انتظار داشتن دیگه، همش مزاحم میشدن، همش سر و صدا بود. من چقدر میتونستم تو این شرایط مفید باشم؟ واقعا امکان نداره. اما اینجا اینطوریه، این واقعا محشره. قشنگه نه؟ ساکت، آروم، خیلی خوشگه. سقفش هم بلنده. تو هم گیر دادی به سقف بلنده. خب سقف بلند قشنگه دیگه، فقط این هستش که اونم به زودی میره دیگه. کاش تنها، مشکل فقط همین باشه. آره خب خیلی خوب، حالا که اینقدر محل کار قشنگی داریم چطوره کارو شروع کنیم دیگه؟ یعنی مثلا در مورد رمان یکم، خب البته میدونم نمیخوای چیزایی که نوشتی خونده بشه، آمادگیشو نداری، میفهمم، اما شاید اگه یکم حرف بزنیم، شاید تو بخوای. معلومه حرف میزنی، من برای کار کردن اومدم اینجا. بریم سر این چیزه، اینطوری بشینیم. آره خب نظر چیه در مورد داستان؟ طرحی تو ذهنت داری؟ آره میخوام اسمش پرنده سرخیز باشه و برای این رمان از رویاها و قصه زندگی خودم الهام میگیرم. خوبه خوبه خوبه. خب کلا نویسنده ها اول از داستان زندگی خودشون شروع میکنن و همین نویسن، مگه نه؟ خب یعنی میخوای واقعی تر و ملموس تر و قشنگ تر در بیاد دیگه، چه اتفاقی میفته؟ راستش داستان زندگی یه دختر رو تعریف میکنم که توی محله کوچولو با رویاهای بزرگ زندگی میکنه. رویاهاش اینقدر بزرگه که هم از رویاهای بزرگش میگم، هم از اینکه تو چارچوب‌ها محدود نمیشه. میخوام شخصیتش واقعی باشه، یعنی حتما خواننده باهاش همزادپنداری کنه. عالیه. خب حالا چرا اسمش پرنده سحرخیزه؟ چون رویاهاش اینقدر بزرگن که روز براش کافی نیست، برای رسیدن به رویاهاش مجبور زودتر بیدار بشه و خانواده‌اش بقالی دارن، هر روز صبح اونجا رو باز میکنه. کاملا شخصیت پردازی کردی. با این حساب پس موضوع هم آماده است، به نظر من باید هر چه زودتر شروع کنی. هنوز آخرش رو مشخص نکردم، یعنی تازه شروع کردم، اما مشخصم بکنم به این زودی آخرش رو نمیگم. خیلی خوب باشه، مشکلی نیست، به نظر من هر چه زودتر باید شروع کنی. باشه. سلام. سلام پرین. پس من کارم رو شروع کنم باشه؟ من منتظرت بودم، بی بریم تو اتاق. اسپری اتاق نیست، نیست اسپری اتاق نیست. با هیجان منتظرم. باشه. آدم نمیتونه خانواده‌اش رو انتخاب کنه. نظرت چی؟ قشنگه، قشنگه، ولی چی شد یهو به فکر خونه افتادی عثمان؟ چرا نپسندیدی؟ نه عزیزم پسندیدم، اما چه میدونم، حرف نزده بودیم، نمیدونستم میخوای خونه بگیری. من یه زنگ بزنم. خدا رو شکر کارم خوب پیش میره. با تو هم که قدم توی راه گذاشتیم، دیدم میتونم پول پیش جور کنم، گفتم تا یه وام بگیرم خونه که زندگی میکنیم آماده باشه. مگه بده؟ نه عزیزم فکر خوبی کردی، اما چه میدونم، یه لحظه فکر کردم لازم این همه وام بگیری و تو قرض بیافتی. قرارداد یک ساله تبلیغات دارم، سریالم خوب پیش میره. عشقم تو اصلا نگران نباش، همه چی عالی میشه، تابستون زندگیمون خیلی قشنگ میشه. آره
همه چی خیلی عوض میشه. کافیه خونه ای که قراره بگیریم و بپسندی. همین که هستی همه چی خیلی قشنگ. سلام. خوب نظرتون چیه؟ ما خونه رو خیلی پسندیدیم. میشه خودمون یه مشورتی بکنیم؟ خیلی خوب، خبر بدید. الو جی جی نن آقا، چرا انقدر کلوف بوری؟ نه ریزشون کردم، همه رو ریز ریز بریدم. باور کن. نه ببینم، کنسرو میخوری؟ کنسرو نمیخورم، نه اونا فقط یه بار گرفتم. من تغذیه سالم دارم، خیالت راحت باشه، کاملا ارگانیک استفاده میکنم. قول میدم. ببین هنوز هستش اینجاست، نه هنوز در نیوردم. نه آقا یه لحظه، من یه مادرم، همه جا چیزی. بله بگذاریم، برای چی زنگ زده بودی مادر بزرگ؟ جی جی پسرم دارم میمیری. چطور میمیری؟ همین الان میمیری؟ چرا بهم زنگ زدی؟ من 1000 کیلومتر دورترم، به آمبولانس زنگ بزن بیاد زود باش. همین الان که نمیمیرم پسرم. الان نمیمیری، بعدا میمیری، فردا میمیری، چه جوریه مرگت؟ با برنامه است؟ اصلا بگو ببینم چه مردنی. مگه همین هفته پیش 100 سالت نشد؟ شیطون بله ها، بگو ببینم. اینطور نیست برو جد نقلا. نه آقا، 100 سالم شدم و هنوزم بی حوصلم، خوشبخت نیستم. دامادیتو ندیدم پسرم. داماد؟ داماد کیه؟ یادم نمیاد. داماد؟ نه ندیدم. منم ندیدم. تو هم ندیدی؟ خب چرا ندیدی؟ خب ندیدم دیگه. آها پس دامادی منو میخوای ببینی؟ آره زود ازدواج کن وگرنه من میمیرم. ازدواج؟ چی؟ ازدواج نکنم میمیری؟ مامان بزرگ چی میگی؟ یه دفعه آخه نمیشه، کلی برنامه دارم. پوره بابا یه برنامه خواهد. اصلا داد میزنی؟ نه آقا خیلی خوب، چیزی نگفتم. بسه دیگه، یه بارم حرف منو باشه. مامان بزرگ باز شروع کرده تونتون حرف نزد، سرم داد نزد، اصلا گوش نمی کنی. از دست این نن آقا هی میگه وصیت رسما تهدید میکنه. آخه چرا تهدید میکنه؟ میگه ازدواج کن. حالا من چی کار کنم؟ اصلا میخوام اینجوری بریزم، میخوام که هیچ کدومو ریز ریز نکنم. آبا کدومو میخوام با هسته بندازم؟ اصلا میخوام اینجوری تغذیه کنم. آه چطوره؟ میخوام کنسرو بخورم. من دیوونه شدم از دسته. محبوب جون، بازم با روغن زیتون سنگ تموم گذاشتی. مگه نه دخترم؟ خیلی خوشمزه. بی‌نظیر. نوش جونتون، همه رو با روغن زیتون ارگانیک خودم درست کردم. آره. تمش به خاطر اینه دخترم. یه چیز دیگه است. از اون شیشه ریختی محبوب جون؟ آه از این شیشه ریختم. آره از این، آره. چرا میخندی ها؟ نه خیلی خوشمزه شده، دست درد نکنه. این روغن زیتون بقالی منه، یواشکی داخل اون ریختم. چی شد؟ بینشون تفاوت طعم آنچنانی نبود، مگه نه؟ حالا حال کنی نوشی جون. پناه بر خدا، مریضمون میکنه. منم میگم چی شد این مرد بدون تیکه انداختن کل غذاشو خوردام. میدونی خب راستش من متوجه طعمش شدم، اما گفتم شاید به خاطر بادمجونش باشه، گفتم فصلش نیست. خب به خاطر اونه. آره بابا بدجور گل زدم. جدی؟ ساکت شا. مامان دست درد نکنه، میرم رمانمو بنویسم. خب برو بنویس دخترم، امیدوارم ذهنت باز بشه. ببین منو، به خواهرت هم بگو بیاد بخوره. آخه این چه رژیمیه؟ پوست استخون شده به خدا، از حال میره ها. بگو بیاد یه چیزی بخوره دیگه. باشه میگم. آره بگو. بابا چه گلی زد. برو بچه‌ت. موچتو گرفتم. ببینم اینجا چی کار میکنی تو؟ ها چی کار میکنی دختر؟ دارم میخوابم. اوف. خب بذار منم بیام دیگه. بیا سعی میکنم بخوابم، خوابم نمیبر. چی شده؟ حالت خوبه؟ امشب برای شامم نیومدی، اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ میدونی در مورد عثمان خیلی مرددم سنم، دقیقا نمیدونم آماده هم یا نه. یعنی آماده نیستی؟
امروز عثمان خواست منو ببوسه. خب؟ اما من نتونستم. نتونستم ببوسمش. نمیدونم چرا اینجوری شد. یعنی دلم نیومد، میفهمی؟ نتونستم ببوسمش. چرا اینجوری میشه؟ نمیدونم چرا. خب شاید با گذشت زمان درست شد. به نظر تو هم هنوز وقتش نشده؟ ما چند هفته است نام زدیم. نمیدونم چرا اینجوری شد. تو عثمانو دوست نداری نه؟ معلومه دوست دارم سنم، این چه حرفیه؟ معلومه دوست دارم. بعدش هم به نظر من در مورد عشق و عاشقی ها زیادی اغراق میکنن. مهم دوستی و احساس امنیته. با یکی لحظات خوش داشته باشی، مهم اینه. پس مثل من و آیهان میشه، درسته؟ نه، چه ربطی داره؟ انگار یکم اینجوری. آره فکرشو که میکنم. آره ای خدا، چرا اینجوری میشه؟ ای خدایا، میخوام هرچه زودتر بخوابم، میخوام امروز تموم شه سنم. اینطوری فقط از خودت فرار میکنی. به نظر من قبل از هر چیزی تصمیم بگیر که چی میخوای، این مهمه. منم همینو میخوام، اما خیلی سخته. بعدش هم کی دقیقا میدونه تو زندگی چی میخواد سنم؟ حق با توی. پس بخواب، استراحت کن. شب بخیر. شب بخیر خواهر جون. ولی دیگه نمیگم، گفته بودم. وای سنم. اوف، آفرین به تو لیلا، واقعا آفرین، آفرین. جی جی توی؟ بله منم، بفرمایی. نه آقا، خودتو کارتو پیچ کردی؟ ها؟ چرا میخوای سورپرایزم کنی؟ مثل آدم عادی رفتار نمی کنی چرا؟ نه آقا، آقا امره اینو بدیم به من. ازدواج نکنی میمیرم. آه سنم، آه، به خاطر تو یه جمله رو 3-4 بار میخونم که بفهمم. تمام تمرکزم در حالت بحرانیه. خیلی خوب، اولین رمان، هیجان جدید شروع میکنم. آی، خیلی آروم شروع میکنم. آره شروع میکنم. چطوره با صدای بلند بخونم؟ اینجوری ذهنی و تصویری میشه. تمرکز کنم، امتحان کنم ببینم چجوری میشه. بعد از طوفان که در گرفت، سکوت سنگینی خانه را فرا گرفته بود. در حالی که مرد روی تخت دراز کشیده و سعی می‌کرد همه چیز را فراموش کند، یک دفعه صدای باز شدن در را شنید. صدای قدم‌های آرامی در حال نزدیک شدن به او بود. مرد برای اینکه صدای قلبش را پنهان کند، چشمایش را بست و صدا زد: سنم! دیگه حسابی توهم زدم، دارم دیوونه می‌شم. صدای پا شنیدم. بابا، پرنده سحرخیز، نان به کوره نانوایی وارد می شود. بوی خوش نان تازه همه جا را
فرا میگیرد. این لحظات لحظات مورد علاقه سنم است. سنم؟ بگذاریم فعلا سنم باشه، بعدا عوضش میکنه. هرچی باشه مثلا زندگی نامه است دیگه. خیلی خوب، کجا بودیم؟ بهترین لحظات روز برای سنم همین لحظاته، وقتی هم بخوابند و سنم بین نونای خوشبو غرق رویاهاش میشه. وقتی سنم با رویاهاش دنیا رو میگشت، جان وارد مغازه شد. جان؟ همه اینجا جلوم سبز میشه. وقتی سنم با رویاهاش دنیا رو میگشت، یه دفعه ای؟ نه نه نه، مظفر نیاد نه. خوبه، مهمت اومد تو. آره مهمت، مهمت خوبه، فعلا مهمت باشه. خسته نباشی. روز بخیر. روز بخیر. چی میخواستین؟ نون یه دونه بی زحمت. خیلی خوب باشه. بازم تشریف بیارین. از کتاب ترکی که چیزی دستگیرم نشد، یه کتاب انگلیسی بخونم ببینم این چه جور کتابیه، بخونمش. در ساعت اولیه یه صبح، وقتی سنم در یک کوچه خالی قدم میزد، با جان روبرو شد. بکش کنار، اون دستتو میشکنم و میزنم تو دهنت. من آلرژی دارم. خدا از خواب خودم ترسیدم. من چی دارم میگم؟ زده به سرم، حالم خوب نیست. ای بابا اصلا حالم خوش نیست. آخی دیگه تو خوابم هم میاد. یعنی الان به سنم زنگ بزنم؟ به زنگ بزنم؟ بگم خوابتو دیدم. بگم که تو خواب تو رو دیدم. آره اینم خیلی کلیشه‌ایه. کلیشه‌ای ترین حرف دنیاست. آها، پیام بدم خوابیدی؟ بگم من نخوابیدم. اینجوری فکر دیگه ای میکنم. آی سنم، این مصمم بودن تو خیلی دوست دارم. اشغاله؟ با کی حرف میزنی؟ آره حرف بزن. آره با یکی دیگه حرف بزن. منو به این روز انداختی، با یکی دیگه حرف بزن. آره ور ور ور. خب به تو مربوط نیست دیگه. همه جا بعد اینجا رو باید از همه جا پاکش کنم. برو. شاید یه مشکلی پیش اومده. خب داره با تلفنی مثلا با مادرش حرف میزنه. چه بدونم، من دو کلوم حرف میزنم، چیزی نمیخوام بگم که هر کاری بخواد بکنه بکنه. سنم جان، شماره تو رو گرفتم. آه من میخواستم جانان رو بگیرم و جار قاطی کردم. آره چه خبر؟ سلامتی، خوشی؟ تو چه کار میکنی؟ منم خوبم خوبم. آره
گفتم حالا که میری حتما با دوستات اینا خدافظی میکنی دیگه، باشون حرف میزنی بیرونی، من مزاحمت نشم یه وقت. راستی سعی زدم دلم هم نیمد قطع کنم. نه نه البته که بیرونم، کاملا طبیعیه. تو چی؟ تو وقت داری؟ منظورم اینه که شاید کاری چیزی داشته باشی، برای همین ممکنه وقت نداشته باشی. اگه کاری داری من بعدا زنگ بزنم مفصل صحبت کنیم. خوبه اینجوری؟ قطع کنم؟ نه نه کار نمی کنم، دارم خوش میگذرونم. هی باشه، اومدم. آره اومدم، الان میام. یه دقیقه صبر کنید. آه خوش بگذرون. آره آره خوش بگذرون. اون ایگیت هم بچه یه چیزیه، یعنی بچه مؤدبیه، مثل یه دست گله، برای خوشگذرونی هم کمکت میکنه. خوبه. آره دستش درد نکنه، خیلی کمکم میکنه، خیلی حمایتم میکنه. راستش در مورد رمانم به هم خیلی ایده میده و نمیدونم اگه اون نبود ایده از کجا میآوردم. میده میده، بچه خیلی موفقیه، خیلی. اینم هیجان زده کرده، من خودم نفهمیدم یهو چجوری خودم رو وسط این کار پیدا کردم، واقعا نفهمیدم. آره انگار یه نفر از پشتم اینطوری هولت داره. به هر حال برای تو هم یه چالش متفاوت شد دیگه. خیلی خوب شد، خیلی خیلی خوب شد. تو رفتی اون طرف، من این طرف، دو جهت متفاوت رفتیم، یعنی هر کدوم به یه سمتی که اصلا انتظارشو نداشتیم. آره کی فکرشو میکرد اینطوری بشه؟ آره یعنی چجوری؟ منظورم اینه که بدون اینکه تو زندگی هم دیگه دخالت کنیم، خیلی محترمانه مثل آدمای مدرن همدیگه رو میبینیم. خب این واقعا خیلی خوبه، خیلی جالبه. مدرن؟ آره مدرن، کلمه درستیه، مدرن. نکته مهمی رو اشاره کردی سنم، خدا رو شکر مثل قبل تحت تاثیر هم نیستیم، مثل گاف هستیم، هیچ حسادتی بینمون نمونده دیگه، برای همدیگه آدمای معمولی شدیم، یعنی شدیم توف. ای داده بیداده، یعنی توف به اونایی که جدا میشن و نمیتونن دوست معمولی بمونن، یه جور عقب موندگیه. واقعا واقعا به هر حال دوستی یه حسیه که خیلی بالاتر از عشقه. عشق خاموش میشه، چیزی نیست، اما دوستی اصلا اینطور نیست، موندگاره، پاورجاست، شاهکاره، جملت عالیه. یعنی میدونی من زیر این جمله را امضا میکنم، واقعا آفرین. اگه گوشی دستم نبود تشویقت میکردم. آفرین واقعا. امضا درست گفتی، پس من وقتتو نگیرم. به هر حال منتظرم هم هستن. یه لحظه، اونا که منتظر من منتظر نذارم دیگه. آره آره وقتتو نگیرم، راستش منتظر منم هستن، هی صدا میکنن، از بس دست کن دادن خسته شدن به خدا. خب پس منم دیگه قطع کنم برم سراغ اونا. ببین جان جونه، من تو رو بعدا میبینم. خوب میبینم، خداحافظ. خب اولش اشغال بود ولی بعد جواب داد دیگه، نباید به این چیزا گیر داد. نه حسودیش نمیشه، من به حسودیم نمیشه، من به حسودیم نمیشه، اینجوری با حرف نمیشه، با حرف نمیشه، باید در عمل نشون بدی، حرف نه عمل. یعنی چی ها؟ یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ یعنی اصلا حسودیت نمیشه؟ حسودی نکردنت اینطوریه؟ کم مونده بود تو شرکت منو به زنجیر بکشی که نرم. دست بردار تو رو خدا بابا، این حرفا بچگانه است. مثل بقیه ام. باشه مثل بقیه باشم. اتفاقا مثل بقیه بودن که هنر نیست. هنر اینه که مثل بقیه نباشی. پس هر کی مثل بقیه بودن رو یاد بگیره بعد مثل بقیه میشه. آره ما هم بدونیم چی هستیم دیگه. بابا اینا بچگونه است. نه واقعا مسئله بچگونه. من نمیتونم وقتم با این چیزا تلف کنم. چراغ خاموش میکنی یا نه؟ همه کارا رو من باید انجام بدم. خاموش کنید این چراغ و دارم غیرتی نشدن رو حالا میبینی.
دارم چی کار میکنی؟ چشمت میزنن این چه کاریه؟ این حرفای چیه آخه؟ چرا چیه؟ چرا نقش بازی میکنی؟ انگار نمیدونی یا اینو بگی باشه جی جی باشه. شما هم به کارتون برسید دیگه. کار من نداری. اینجا بیا. همه دارن نگات میکنن چهار چشمی. نمیبینی چه جوری نگات میکنن؟ اما اونی که باید ببینه آقای جان کنوز نه. جان؟ برام مهم نیست. چطور؟ یعنی وقتی اسم اون شخص رو میشنوم چیزی نمیشه، اهمیتی نمیدم. اون شخصی که میگه آقای جان؟ بله. یعنی وقتی اسمش رو میشنوم هیچ حسی بهش ندارم. مثلا بگو آقای جان. جان 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 جان. الان رسما قلبم نمیزنه. نکنه من مردم و نه فشاری نه قندی نه کلسترولی هیچ روم تاثیر نمیذاره. کاملا حالم خوبه. اما سنم این چه جور توازنی تو رابطه هست؟ مگه میشه مثل مانکن لباس پوشیدی تلق تلق اومدی اینجا یکم پیش داشتی آتیش به پا می‌کردی؟ جی جی من همیشه همینطوریام. چند تا از وسایل هام جا مونده اومدم اونا رو بردارم و برم همین. وسایل. آقای جان هیچ حسی ندارم جی جی، حسی ندارم. آقای جان داره میاد. ای داده بیداد باش وسایلتو جمع کن سنم جان. اومده بودی وسایل جمع کنی نه؟ جمع کن دیگه. چرا جمع نمی‌کنی وسایلتو؟ زود باش جمع کن. جمع کن. چرا نگاه می‌کنی؟ آیه تو صبر آدمو لبریز می‌کنی. چند تا از وسایل هم تو اتاق آقای جان جا مونده. اونا رو برمی‌دارم و میرم. به کارتو برسی. آقای جان خسته نباشین. آقای جان فکر میکنم چند تا از وسایلمو جا گذاشتم. اومدم که هوشو اومدم وسایلمو ببرم. آروم آب دهنم پرید تو گلوم. حواسم نبود. چی گفتی؟ گفتم ممکنه وسایلم اینجا باشه. ممکنه؟ چرا که نه، احتمالش هست. نمیدونم. عطر انگار من زیادی عطر زدم. نه اگه اذیت میشین پنجره رو برم بازش کنم. آها اصلا نه، سرده. باز نکن بذار بمونه. واسه اینکه اذیت نشی نمیشم. میدونی چرا؟ چون یه ذره، یعنی یه کوچولو سرما خوردم. میدونی که حتما از سرفه کردن من فهمیدی یکم دماغم کیپ شده. او رو حس میکنم ولی زیاد متوجه نمیشم. در اصل شانس ببینم. به مقدار کافی حس میکنم. میکروب زیاده، همه جا رو گرفته. شاید ویروسی چیزی گرفتی به خاطر میکروبه. خیلی خوب. پس من برم دنبال وسایلم بگردم. چیزه پروندن. ها ببخشید. میدونی چیز شده یکم؟ یعنی چیز شدی؟ چی شده ها؟ دارم سعی میکنم کلمه درستشو پیدا کنم. مثلا پر ادعا، اونش که قطعیه. خدا از چشم بد حفظت کنه. خیلی متفاوته سنم. یعنی چی متفاوت؟ متفاوت شدی دیگه. متفاوت شده؟ تو هم همینطور. موهاتو مثل روزای اول بستی. آره میگن اینطوری بیشتر بهت میاد. آره خوبه. دستمندا اینا یا ستاره ها؟ بازم شیک شدی آفرین. قشنگه جالبه. کمربندم هم ببین. آره قشنگه. خیلی پسندیدم. الان کنجکاوم چیزو ببینم. خالکوبی آلباتروسو ببینم. آلباتروس سرجاشو یعنی که فرار کرده رفته. فرارم کنه بر میگرده. آموزش دیده است. پرنده آموزش دیده بر نمیگرده. اون بر نمیگرده. احتمالا دستمند و اینا اذیتت نمیکنه. خوبه. به خاطر خودت میگم ها. به هر حال بچه که نیستی. اما بازم واسه این که اذیت نشی دارم بهت میگم. من همونم. میدونی که مثل همیشم همونم. تو عجیب و غریبی. مثلا هوا ابری، ریز ریز برف میباره، هر لحظه ممکنه کولاک بشه. خلاصه لباست زیاد مناسب این فصل نیست، یکم بازه، یعنی ممکنه سردت بشه. به نظر میاد که سردت میشه. من اینجوری میدونم. من به عنوان یه دوست قدیمی توصیه‌ای بهت کردم عزیزم. خیلی ممنون دوستم. تونستی پیدا کنی یا نه؟ پرونده های کاری پیدا کردم. ولی خب دنبال چیزم. ها اینها
دنبال قلم قلبی میگردم ها. اینه ها پیداش کردم. قلمم قلب داره ببین، یعنی قلب داره، نگاه کن. مال من شکست. میخوای من قلبمو بدم؟ من قلممو بدم ها؟ فکر نمی کنم دیگه از این به بعد لازمم بشه. میگی نمیشه؟ خیلی خوب. پس خداحافظ. البته بعد یه مدت کوتاه. چیزه انگار پرونده رو نبردی. پرونده، آره پرونده، پرونده موند اینجا. بله پرونده رو بردارم چون اینا آخرین کارایی هم که کردم. بله بازم توصیه میکنم خالکوبی رو چک کنید. شدناک خوشتیپه. چشم تار میبینی. بی انصاف چی کار کرده؟ مثل ساعت شنی؟ سنم؟ سنم؟ حالت خوبه خواهر جون؟ خوبم. این در رو باز میکنی؟ حداقل کمکت کنم. چی شده؟ چیزی نیست. ای بابا یه لحظه. ای خدا. خیلی خوب باشه. اومدم. آخه اونجا چی کار میکنی؟ اینو بگیر ببینم. سنم این چه حال روزی؟ چه حال روزی ها؟ لباستو عوض کردم. آره عوض کردم. معلومه که لباسمو عوض میکنم. با اون لباس میمونم آخه تو انتشارات. نمیشه که، به هر حال دارم کار میکنم. تازه پیغامی که باید میفرستادم و فرستادم دیگه. بله اصرار نکن که اون لباسو بپوشم. نمیپوشمش. همین خوبه. خدا بهت عقل بده خواهرم. دیگه چی بگم؟